چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند با تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند، آنها را برگرداند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشون ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جاهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفتید که حدودی تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه داده است، که خبری خیلی خوب است. برگرداندن آنها با امتیازهای صورت گرفته بود. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، حجت های خود را برابر ارزشی میکردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام میدادند و با دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمی که مناسب با سطح سوادی آنها باشد سفربر میشدند. اما اینکه چرا برمیگردند، احتمال دارد که بودند شرایط های یا که حالت هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه‌های تعلیمی موافقت نیومدند، یا اینکه عموما خب این یک حالتی طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روید. سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسی انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنی از استادا خارج شدند و دوباره آورده شدند. اتستاسی فقط برای سنجش یعنی سطح سوادناکی معلم هون و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نموده شون انجام شده بود. در آن وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح مگیستراتورا بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدن که نباید، یعنی طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن، درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح مگیستراتور را داشته باشد. یعنی مسئله سلفیت در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میان آمده بود و بعد از اونی که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح مگیستراتور را تمام کرده آمدن، با توجه به اینکه آدمانی در این زمینه تجربه دار بودن دوباره با کار گرفته شونه. بله. یک مسئله دیگر این مسئله پوشش شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس میکنند برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش های ملی، در حقیقت لباس های توصیه‌ای را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن المنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموما با هماهنگی و مشاوره و گرفتن در حقیقت اجازت نامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود. تلاش من بر این بود که اون لباس هایی که با رنگ های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می شدند، در پیشگیری آنها و مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است.